هفتم مرداد 1359، تشییع جنازه آخرین پادشاه ایران در قاهره. یک ماه قبل از درگذشت محمد رضا شاه، آیت الله خمینی به دولت مهلتی 10 روزه برای محو نشان شیر و خورشید داده بود. او در سخنانی گفته بود: از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع شود. علم اسلام باید باشد. چطور میتونه ملی نباشه؟ وقتی که چند صد سال سابقه تاریخی داره و به عنوان نشان دولتی بوده، این ارتباط بین دولت و ملت خیلی در مخصوصا در فرهنگ ایران، در فرهنگ سیاسی ایران بسیار نزدیکه. در ایران باستان شیر و خورشید هر کدام به طور جداگانه از نمادهای مهم بودند، نمادهایی که هم بر روی بناهای به جا مانده از هخامنشیان دیده می شوند و هم در آثار ساسانیان. ارجاعاتی داریم از جمله از حتی از دوره هخامنشی که خورشید و علامت خورشید یه مقدار علامت شاهانه بوده، نشون دهنده قدرت شاهان بوده. علامت شیر رو هم به طرق مختلف داریم، یعنی از روی نقش‌های برجسته شیر رو به طرق مختلف به علامت قدرت و مربوط به شاهی داریم. شاید اگر جالب تریناش اون علامت شیر و یک خورشیدی پشتشه که توی مهر هخامنشی، یک از مهرهای هخامنشی است. بعد مثلا روی تاج شاهان ساسانی خورشید رو می‌بینیم، انواع اقسام گویه‌هایی که حالا میتونه خورشید باشه رو هم می‌بینیم. ولی اینکه به صورت علامت شیر و خورشید باشه، نه، ما به این صورت نداریم. از اولین کاربردهای توأمان شیر و خورشید میتوان به سکه‌های به جا مانده از غیاث‌الدین کیخسرو دوم، سلطان سلجوقی روم در آناتولی اشاره کرد. خورشید نمادی از زیبایی همسر سلطان بود و شیر خود سلطان. البته گفته می شود که این طرح به نماد فلکی خورشید در خانه اسد هم اشاره دارد، به معنی بخت نیک. نمادی مشترک با مغولان و تیموریان. مثالش طرح مشهور شیر و خورشید یا پلنگ یالدار و خورشید بر سردر بنای تاریخی شیردار در سمرقند که از دوره تیموری به جا مانده. مغول ها طلوع آفتاب رو مقدس می‌دونن. و یکی از قدیمی ترین ارجاعاتی که ما به صورت تصویری به شیر و خورشید داریم روی مینیاتورهای دوره مغول و دوره تیموری، و در اینجا این شیری که علامت شاهیه و حالا ما قبل از این هم داریم این شیر رو به علامت شاهی، اولین دفعه ما یه دونه آفتابی رو پشتش میبینیم، ولی این دقیقا خورشیده که داره طلوع میکنه. در سال 881 خورشیدی شاه اسماعیل صفوی با اعلام سلطنت، نخستین پادشاهی متمرکز ایرانی پس از فروپاشی ساسانیان را تأسیس کرد. فرزندش شاه طهماسب گوستوند و خورشیدی شبیه به این طرح را احتمالاً به نشانه تولدش در برج حمل بر بیرق سبز صفوی نهاد که بعداً جانشینانش شیر و خورشید را به جای آن نشاندند. از خیلی از جهات شیر و خورشید نماینده مفهوم سلطنت صفوی بود که سلطان عالی‌ترین مقام دینی و عالی‌ترین مقام کشوری بود. در دوره صفوی یک میشه گفت یک آیین ستایش و احترام نسبت به علی ابن ابی طالب بود، چون به نام یکی از عناوین خیلی شایعش مخصوصا از دوره صفوی به بعد اسدالله الغالب بود. پس این اسدالله به یه ترتیبی بخشی از این هویت سیاسی دوره صفوی شد. شیر و خورشید جایگاهش را بر روی پرچم ایران در زمان نادرشاه، کریم خان زند و همینطور آقا محمد خان قاجار حفظ کرد. در تابلوی به جا مانده از جنگ اول ایران و روس در زمان فتح علی شاه قاجار که در موزه ارمیتاژ نگهداری می شود، نماد شیر و خورشید بر پرچم جنگی ایران
دیده می شود. گاسپار دروویل، افسر فرانسوی هم که در همان سالها به ایران آمده بود، پرچمهای ایران را اینگونه در سیاحتنامه‌اش به تصویر کشیده. وقتی به دوران صدارت امیر کبیر می رسیم، برای نخستین بار نشانی از پرچم سرنگ داریم. پرچم سرنگی که یک نوار کوتاه سبز در بالا، یک نوار کوتاه سرخ در پایین و در میانه بر بستر رنگ سفید شیر و خورشیدی نشسته است. تا زمان مشروطه، همانطور که در این روزنامه پیداست، پرچم واحد و متحد و شکلی وجود نداشته، هرچند همیشه شیر و خورشید بر روی بیرق ایران دیده می شد، اما نه با فرم واحد. با گذشت زمان، شیر پرچم ایران به تدریج از شیر کمیال و کوپال آسیایی به شیر بزرگ آفریقایی تغییر شکل می داد. اوائل دوره ناصری، در دوره جنگ دوم حرات، ما می بینیم که شاید برای اولین بار این تصویر که از شیر و خورشید ترسیم شد، این شیر به جایی که نشسته باشه به پا خواست و شیری که ما الان روی امروز میدونیم و میشناسیم به عنوان نشان شیر و خورشید، و اون شمشیر هم به دستشون گرفته شد. دوران مشروطه نوید بخش سرآغاز زمانه جدیدی برای ایران بود. کشورداری متحول و مدرن می شد و پرچمش نیز باید پرچم واحدی می بود. موضوعی که در اصل پنجم متمم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت. الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. علما مخالف کاربرد شیر و خورشید بودند. دفاع از آن به کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان سپرده شد. کیخسرو شاهرخ در یک سخنرانی که در مجلس اول داشت گفت که این شیری که ما در میانه پرچم داریم نشانه اینه که انقلاب مشروطیت در مرداد ماه 1285 به ثمر رسید. مرداد ماه برابر برج فلکی اسد. اسد یعنی شیر، پس شیر نشانه پیروزی مشروطیت. اما انقلاب در میانه برج اسد، در میانه مرداد ماه بوده و گرمای مرداد ماه را ما باید به نشانه خورشید در پشت این شیر بنشونیم. سلسله پهلوی پرچم سرنگ و نماد شیر و خورشید را از دودمان قاجار به ارث برد، هرچند چشم و ابروی خورشیدش را حذف کرد و به جای تاج کیانی، تاج پهلوی را بر فراز آن قرار داد. در ابتدای دوران پهلوی افرادی بودند که در پی حذف شیر و خورشید به خاطر مفاهیم دینیش بودند و می‌خواستند درفش کاویانی را جایگزین کنند. در زمان محمد رضا شاه، علاوه بر پرچم شیر و خورشید، پرچم ملی سرنگ بدون نماد نیز رسمیت داشت و همینطور پرچم نظامی که گرداگرد شیر و خورشید، یک شاخه بلوط و یک شاخه زیتون قرار داشت و بر فراز آن تاج پهلوی. و اما این آخرین تغییر شیر و خورشید پرچم ایران در زمان پهلوی بود با طرحی مدرن. شیر و خورشید 40 سال پیش از پرچم ایران حذف شد، اما هنوز رسمیت بین المللی دارد. کنوانسیون ژنو در کنار صلیب سرخ، هلال احمر و کریستال سرخ، شیر و خورشید سرخ را همچنان به عنوان یک نماد بین المللی امدادی به رسمیت می شناسد، هرچند که دیگر در ایران استفاده نمی شود. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن.